بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های شیوه در خدمت شما هستیم به صورت زنده. امشب هم طبق جلسه گذشته و برنامه‌های گذشتمون با موضوع کلی نسبت قدرت و فرهنگ، نسبت دولت و مداخله دولت در مسئله فرهنگ و به خصوص مسئله گشت ارشاد و حجاب در خدمت شما بزرگواران هستیم. مفتخرم که میزبان دو میهمان بزرگوار هستم، جناب آقای دکتر علی مطهری عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر شجاعی زند عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. جناب آقای دکتر خیلی خوش آمدید. آقای مطهری اجازه بفرمایید با سلام و احوالپرسی ابتدای برنامه از حضرت عالی شروع بکنید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که برنامه مفیدی باشه. خب به هر حال ابتدا به خاطر اتفاقاتی که افتاد و این روزها کشور ما به هر حال مشغولیت ذهنی پیدا کرده به یک حادثه، خب عرض کنم رحلت مرحومه خانم مهسا امینی رو من خدمت خانواده ایشون و مردم ایران تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله در آینده ما با چنین حوادثی مواجه نشیم. عرض کنم که حالا من راجع به همین اتفاقاتی که در روزهای اخیر افتاده میخوام یه صحبت کوتاهی داشته باشم و بگم که آیا اساساً ضرورتی برای چنین حوادثی وجود داشته یا نه، یعنی آیا به هر حال یه مقدمات لازمی بوده که به اینجا منجر میشده و ضروری بوده که اون کارها انجام بشه تا به اینجا برسیم، یا اینکه نه بالاخره ممکنه یک اشتباهاتی باعث این حوادث شده. من شخصا معتقدم که وضع حجاب در کشور ما در مجموع وضع مناسبیه، وضع خوبیه، یعنی انصافا بانوان ما در مجموع در کل کشور شما در نظر بگیرید در حال پوشش اسلامی رو رعایت میکنن، به طور نسبی رعایت میشه و حساسیت بیش از حد در این موضوع به نظر من خیلی جایی نداره. اقداماتی که در دو سه ماه اخیر انجام شد که در واقع سلسله جنبان او هم ستاد امر معروف و نهی از منکر بود، به نظر من کار درستی نبود. یعنی خیلی جامعه رو حساس کردیم به موضوع حجاب و عده‌ای رو عرض کنم که در موضع لجاجت انداختیم در حالی که واقعا خیلی ضروری نبود. عرض کنم خب این یک نگاهی هست که اینها فکر میکنن که مثلا تمام بانوان کشور باید حجاب شرعی رو به طور دقیق و کامل رعایت کنن. خب این یک ایدئالی هست که هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه. یعنی ممکنه در دولت حضرت مهدی علیه السلام هم ما با چنین پدیده‌ای مواجه نشیم. ما باید به هدف اسلام از این دستوری که داده و به فلسفه حجاب نگاه کنیم که اسلام از این دستور چی میخواسته و اگر فلسفه و محتوای این فرمان رعایت میشه ما خیلی حساسیت نشون ندیم. ببین یه مطلب مهم دیگه در کنار این موضوع
مسئله نوع برخورد با زنان هست که این خیلی مسئله مهمیه. یعنی در اسلام هم بسیار تأکید شده به برخورد محبت آمیز با بانوان. حالا امروز هم واقعا همینطوره، حالا چه بانوان با حجاب چه بد حجاب، حتی بی حجاب، اینا باید مورد احترام باشن. یعنی به هیچ وجه ما نباید با زن با خشونت رفتار کنیم. یک حدیث پیغمبر اکرم دارن میفرمایند که انهن یغلبن العاقل و یغلبهن الجاهل، یعنی اینها بر آدمهای عاقل، بر مردان عاقل غلبه پیدا میکنن، زنان چون از عاطفه شدیدی برخوردارن اینها بر مردان عاقل غلبه پیدا میکنن. یعنی مردان عاقل، کسانی که از یه عاطفه ای برخوردارن، یعنی از یک انسانیت قوی تری برخوردارن، در مقابل زنان اینا معمولا خاضع ان، خضوع میکنن و دست به خشونت نمیزنن. بعد میگه و یغلبهن الجاهل، ولی جاهل بر زنها غلبه پیدا میکنه و تندی میکنه، خشونت میبرزه و از این قبیل. این ما باید این دستورات رو رعایت بکنیم. و مسئله حجاب یه چیزی است که واقعا باید با ظرافت و با تدبیر نظارت بشه و کنترل بشه. این که نمیدونم از امروز چنین از فردا چنان، اصلا این چیزا جواب نمیده. یعنی درست نتیجه عکس میده و اون کسانی که مخالف حجاب هستند و طرفدار فرهنگ غربی و اینها خوشحال میشن از این چیزا، میگن خب دیگه خوب شد، حالا دیگه فرصت خوبیه که حالا هی ما اونا بگن ما مخالفت کنیم، هی اینجوری بشه اونجوری بشه. و متاسفانه در عرض کنم که طراحی شیطنت آمیزشون هم پیروز موفق بودن، یعنی ما رو کشوندن به یک موضعی که هی امر و نهی کنیم، هی چه بکنیم، هی نظارت های بیش از حد لازم، و کار رو به اینجا ها بکشونیم. ما معتقدیم که در حال دولت اسلامی با دولت سکولار متفاوته. یعنی دولت اسلامی نمیتونه بگه من نسبت به عقاید و افکار مردم بی تفاوتم، من فقط مسئول تأمین آب و نان و مسکن مردم هستم اما کاری به عقاید و رفتارشون ندارم. بلکه وظیفه داره، نه اینکه بخواد عقاید رو تحمیل کنه یا رفتار رو تحمیل کنه، باید زمینه های انحراف رو از بین ببره، زمینه های عرض کنم رشد تفکر و اندیشه رو ایجاد کنه، زمینه عرض کنم انحطاط های اخلاقی رو از بین ببره و بالاخره یک نظارت و کنترلی داشته باشه. ما نمیتونیم بگیم عرض کنم که اصلا باید این مسائل رها باشه، یعنی اصلا کاری به فیلم های سینمایی نداشته باشیم، کاری به نمیدونم تئاترها نداشته باشیم، کاری به کتابها نداشته باشیم، کاری به مسئله پوشش نداشته باشیم. نه، اون دولت اسلامی وظایفی داره، منتها مهم اینه که چگونه، کیفیت مداخله خیلی مهم، روش مداخله، روش نظارت. مثلا راجع به کتاب، خب یه وقت شما وارد میشید، ممیزی هایی میکنید که میگید من با این فکر مخالفم، این حذف بشه، اینو قبول ندارم، این حذف بشه، یعنی جلوی آزادی اندیشه و آزادی بیان رو میگیرید، این اشتباهه. ولی یه وقت میگید که من با مسائل غیر اخلاقی که جامعه رو دچار انحطاط اخلاقی میکنه
باعث تزلزل خانواده ها میشه من مخالفم. اجازه نمیدم تو کتاب ها مثلا این جور مسائل بیاد، نمیدونم مسائل فرض کنید تبیین روابط جنسی اینا رو بیاریم که مثلا فروش پیدا بکنه. خب میگه اینجور جاجلشو میگیم، ولی حق نداره که جلوی آزادی بیان رو بگیره. حالا هر کسی نظری داره مخالف نظر رسمی کشور، این باید بتونه حرفشو بزنه. نظارت در این حدود منظور من، یاد بر فیلم‌های سینمایی هم همینطور، این که بگیم سوژه رو ما میدیم، میگیم خودمون هم میگیم اینجوری بساز اینطوری بکنه، خب اینجور نه. ولی میخوام بگم مطلب بسیار ظریفه و کار هر کسی نیست، کار هر کسی این کارها نیست. و الان مشکل ما در این اتفاقی که افتاده واقعا همین بوده که مجریان اینها ممکنه واقعا اون صلاحیت لازم رو نداشته باشن. نوع عرض کنم که نظارتی که ما قائل هستیم و نوع اجرای قانون خیلی مهمه. ببینید مثلا عبور از چراغ قرمز ممنوعه و جریمه داره و اجازه نمیدن. خب اینجا نقش مجری خیلی مهمه. حالا اگر یک فردی مثلا مصدوم شده، خونریزی شدید داره، حالا میخواد برسه به بیمارستان و پلیس عاقل اجازه میده آقا بفرمایید، راه باز میکنه میگه برو، ولی یه پلیس به اصطلاح عرض کنم که متعصب و پلیسی که فکر میکنه میخواد به مر قانون عمل کنه میگه من اجازه نمیدم، عبور از چراغ قرمز ممنوعه. خب این ضربه میزنه. اینجا هم همینطوره، در این جور مسائل هم همینطوره. الان همین بحث خانم مهسا امینی، خب میگن آقا این از شدت ترس و نگرانی ایشون سکته کرد. خب آقای حالا اون هر کی بوده اونجا، اون ماموری که اونجا بوده، شما وقتی میبینی این به این حال افتاده و این انقریب سکته میکنه، این داره میترسه نگرانه، خب رهاش کن بره دیگه. مسئله اینقدر مهمه که باید وایسته، باید چنین بشه. خب این من میخوام بگم نحوه اجرای قانون خیلی مهمه. یعنی ممکنه قانون خیلی خوب باشه ولی نحوه اجرا خراب باشه، ممکنه قانون هم بد باشه. الان این قانون هم البته خیلی قانون خوبی نیست، ولی دکتر من یه سوال برای که موضوع ازت روشن‌تر بشه، من به صورت خاص با مداخله کیفری دولت در مسائل فرهنگی به خصوص حجاب موافق هستید یا نه؟ یعنی ما بیایم جرم انگاری بکنیم، ببینیم که حالا ممکنه این در واقع تبصره ماده 638 که الان ما داریم شاید مناسب نباشه، ولی اصل این که بگیم اگر بانویی حجاب شرعی رو یا حجاب عرفی رو با این مراتب رعایت نکرد جریمش بکنیم، جریمه نقدی بکنیم، جریمه حالا حبس که الان نداره، فقط جریمه نقدیه. البته تو قانون حبس هست ولی با یه سازوکاری که ما تو قانون مجازات داریم این حبس ها رو دیگه تبدیل میکنه، فقط جریمه نقدی داره. آیا اصولا با این جرم انگاری موافق هستید یا نه؟ یعنی به نظرتون با اون ظرافت در تعارضه؟ بگیم اصلا جرم انگاری نکنید. نه در تعارضه به نظر من. ببینید این در واقع بالا یه نوع تخلفه دیگه، یه نوع تخلفه. در درجه اول باید تذکر داد، بعدم ملاک رعایت کامل حجاب شرعی نیست. ما باید بگیم اون موجودی که اون زنی که یا مردی که اصلا بس فقط مخصوص پوششه، بله مخصوص زنها نیست. ببینید یه مردی هم اگر با پیجامه بیاد بیرون پلیس باید مانع بشه. در اروپا هم همینطوره، یه مردی با پیجامه بیاد بیرون اجازه نمیدن. اینجا هم ما باید یه حدی بذاریم، حدش به نظر من اینقدر سخت نیست. من به نظرم مثلا اگه یه خانومی با لباس رکابی بیاد بیرون اونو باید مانع بشه، اونو جرم انگاری بکنه، اونو بگیم حالا تخلف جرمه، بالاخره مانع بشن. یعنی صورت‌های حادشو بله ممکنه بلاخره. همون هم ممکنه شما با یه تذکری اون قبول کنه تمام بشه یا ممکنه. ولی اگه ببینیم برنامه مثلا سازماندهی شده است که یه عده‌ای مثلا از میدان ترجیش به سمت میدان ولیعصر مثلا همینجوری بگن به همه رکابش راه بیافتیم بریم که یه فضا ایجاد کنیم، خب اینجا دیگه مسئله میشه امنیتی و سیاسی و اینا. ولی کلا دکتر یک دقیقه جنبندی بفرمایید. کلا میگم که
اون حد رو نباید خیلی پایین بگیریم که حالا اندک نقصی در حجاب بود بلافاصله برخورد کنیم. واقعا در اون حدود یه کسی نیمه اوریان میخواد بیاد بیرون میخواد، یعنی کسی که حجاب عرفی داره به نظر شما کفایت میکنه؟ اینقدر چیز نکنیم، اینقدر مته به خشخاش نگذاریم و در مجموع هم از کردم واقعا حجاب بانوان ما خوبه. شما من تو جاده مثلا ما داریم میریم نشستن تو ماشین همه حجابشون رعایت کردن، و ماشین پیادشان نشستن کنار رودخونه همه حجاب دارن، کسی هم نیست، نه ماموری هست. به ندرت آدم میبینه حالا یه کسی هم مثلا رو سرش افتاده یا خودش برداشت، به ندرت اتفاق. حالا از این چند روز بگذاریم که یه رو لجاجت یه کارایی میکنن، حالا یه روز هم بگذاره دوباره تموم میشه. این به نظر شما متوسط حجاب بانوان در خوبه. ایران بله قابل خوبه، قابل قبوله. بی خود ما اینقدر مطلب خشخاش نزدیم، اینقدر حساسیت نشون ندیم. حالا مطالب دیگری من دارم حالا بعدا. باشه به تدریج، حالا وقتمون خوبه آقای دکتر. بله. یعنی الحمدلله دوستان یه وقت به نسب قابل قبولی بهمون دادن. آقای دکتر شجاعی‌زن خیلی خوش آمدید به شبکه 4. من حالا چون حضرت عالی هم خیلی مطالب یادداشت کردید و دیدم که حضرت عالی هم بحث یاد دارید، من فقط یه سوال به عنوان مقدمه که در واقع ذهنی خودم هم بود بپرسم، و اون این که خب حضرت عالی سال هاست در گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس راجب جامعه ایران تأمل دارید و نظریه پردازی میکنید، میخواستم روایت کلی شما رو هم در ضمن بحث از جامعه ایران بشنویم. یعنی جامعه ایران کجاست؟ جامعه ایران چه خصوصیات جامعه شناختی داره؟ چرا به یه معنای ملتهب انقدر؟ یعنی شاید ما هر 5 سال، 6 سال، 10 سال بالاخره یک اختشاش اجتماعی داریم، انگار جامعه ایران هنوز به اون ثباتی که بالاخره مسئله جامعه شناسی نظمه، اینه که بالاخره ما با یه ثباتی این ساختار اجتماعی کار بکنه، دائما انگار یه خللی تو این ساختار ایجاد میشه، این از کجا ناشی میشه؟ اینا میخواستم گوشه ذهن داشته باشید، اگر صلاح بود در ضمن بحث بهش بپردازید. در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و بینندگان محترم. الان مواجه با چند تا مسیر هستیم برای ادامه بحث. یکی این که مسیری که آقای مطهری باز کردن رو دنبال بکنیم و به همین مسائل روز بپردازیم که فکر میکنم اقتضای شبکه 4 چیزی فراتر از تعقیب یا بررسی جزئیات این ماجراست، لابد در جاهای دیگه این اتفاق رخ میده. احتمالا اینجا غرض این است که به بحثای مبنایی تر قدری فراتر از این اتفاق، اگرچه بهانه این در گرفتن این بحث همین اتفاق ناخوشایند بوده، اما بنابراین است که از این فرصت استفاده بشه بحث مبنی بشه برای بحث‌های این مسیر دومه، که اگر قرار بشه بحث‌های قدیم مبنایی تر به پرسش رو شما مطرح کردید در جلسه دیشب هم طرح شد اما خیلی پرداخته بهش نشد، و اینکه نسبت فرهنگ با قدرت چیه، و یه بحثی هم که الان مجدداً بابش رو گشودید، طرح سوال کردید که دیگه نمیدونم سراغ اون هم میشود رفت یا نه، چرا جامعه ایران همچنان یه جامعه ملتهبه یا آماده است برای کوچکترین التهاب؟ این مسئله است که به جامعه ما برمیگرده یا چیزی است که بر جامعه ایران تحمیل میشه طی شرایطی که خال قابل بحث است. منتها گمانم بر این است اون بحث، مگر اینکه آقای دکتر برن سراغ اون بحث، من هم تعقیب بکنم و دنبال ایشون بیام، و الا فکر میکنم قدیم ها رو دور میکنم. من البس اگر اقتضا کرد و شما صلاح تونستید در هر مرحله در دور بعدی حتما من بهش پاسخ هندکی دارم عرض میکنم. من همون مسیر میانی رو تعقیب میکنم، یعنی نه خیلی بحثای جزئی موردی، چون به اندازه کافی تو این ایام به این بخش از ماجرا پرداخته شده، کسانی هم سراغش رفتن که هم اطلاعات و هم تخصص لازم برای این
جنبه رو دارند، هم باید مشرف باشن به این اتفاقات اخیر، هم مشرف باید باشن به زمینه‌های قبلی و گذشته این ماجرا، عمل کرده چندین ساله در این باب، و هم به جهات حقوقی مسئله که خب اینها مستلزم تخصص‌های لازم است. من حداقل این شأن رو و این امکان رو ندارم. آیه مطهری شاید به حسب نقشی که در گذشته داشتن درگیر ماجرای قانونی این بحثا بودند، حتما اشراف دارند، اگر صلاح دونستن تعقیب میکنن. من میپردازم به همون بحث پرسش اصلی شما که چه نسبتی بین فرهنگ هست و قدرت و سیاست. اگر فرهنگ یک امر مبتنی بر نوعی داوطلبانگی است، یک امر درون خیز است و مبتنی بر خودانگیختگی است با عناصری از این قبیل، چه نسبتی با سیاست که یک امر بیرونی است و یک امر مبتنی بر واداری و ناگزیری و امثال هم، اینها چه نسبتی با هم دارن؟ حالا من باز در این حد این بحث رو تعقیب نمی کنم، چون سیاست و قدرت در نهایت خودش رو در قالب قانون متجلی می سازه. ما همین که بتوانیم نسبت فرهنگ و قانون رو با هم بررسی بکنیم، یا حتی دقیق تر عرض بکنم نسبت حجاب و قانون، اگر حجاب رو یه امر فرهنگی قلمداد بکنیم و قانون رو یک امر ناشی از در واقع قدرت حاکمه، بررسی نسبت قدرت قانون و حجاب میتونه به نوعی ذیل بررسی بحث فرهنگ و قدرت قرار بگیره، قدری به اون مسئله که شما مطرح کردید نزدیک بشه. برخی اصرار دارن حجاب رو ذیل مقوله فرهنگ ببرند، شاید به این منظور که نتیجه بگیرند که نباید برای اون قانون نوشت و ضابطه اجرایی قرار داد. بخشی از فرمایشات آقای دکتر هم به این سمت رفت، البته بعد اذعان کردند که ما نمیتوانیم جامعه رو رها بکنیم، حتی در مباحثی که ماهیت فرهنگی دارند هم به هر صورت جامعه به خودش واگذارده نمیشه، بلکه میزانی از نظارت و کنترل و مراقبت و پیگیری، حالا در اینکه نحوه این قبیل مداخلات به چه نحو باشد ممکنه بحث باشه، اما کلیتش رو میپذیرم. بنده هم معتقدم که اولا میپذیرم که حجاب یه امر فرهنگی است. با این اصل فرهنگی بودن حجاب من مشکلی ندارم. اصل لباس و پوشش مقوله فرهنگی است، تا برسیم به نوعیت پوشش و لباس که قطعا فرهنگی است، یعنی سلیقه های ما در نحوه پوشش قطعا فرهنگی است، شاید فرهنگی تر هم هست. اصل لباس و پوشش رو هم من حتی معتقدم که یه مقوله فرهنگی است. مبنا و پشتوانه این ادعام هم تعریفی است که از فرهنگ دارم. یه تعریفی داره، تعریف بسیار موجزی، آقای یه مردم شناس انسان شناس اسم نام آقای لیو استروس فرانسوی، تعریف بسیار موجزی از فرهنگ داره. میگه فرهنگ هر گونه مداخله انسانی است در وضع طبیعی. حالا وضع طبیعی چیه که اگر انسان درش مداخله بکنه پدیده به اسم فرهنگ متولد میشه؟ وضع طبیعی یعنی برهنگی، وضع طبیعی یعنی خامخاری، وضع طبیعی یعنی غارنشینی. هر گونه مداخله که انسان، شاید اولین مداخلات انسانهای اولیه در این سه ساحت که جز نیازهای اولیه بشر هم محسوب می شود، یک نگام فرهنگی بوده است. پس می شود گفتش که لباس و پوشش، لباس، کشت و کار، پخت و پز و حتی ساخت و ساز به یک معنا جز اولین مداخلات بشر هست در وضع طبیعی دیگه. انسان اولیه با این موقعیت های طبیعی مواجه بوده. حالا پس از مراحلی از رشد و اقتضاعات و نیازها رسید به مداخله در این وضع طبیعی به یک معنای البته خیلی خیلی عام و کلی که شاید امروزه دیگه کسی برای این امور ماهیت فرهنگی یا عنوان فرهنگی قائل نشه، اما به یک معنا با اون تعریف که به نظر من تعریف
قابل اعتنایی است، یعنی انسان حسب نیازهاش و ویژگی های وجودیش وضعیت رو آنگونه که هست نمیپسنده، هم حسب نیازهاش و هم حسب ویژگی های وجودیش که بالاتر از سطح نیازهای اولیه است، آمادگی یا تمایل به مداخله در وضع طبیعی داره. هر گونه مداخله یک جور فرهنگی دیگه، یک جور در واقع در مسیر ایجاد نقاط گام‌های اولیه فرهنگی است. لذا به این معنا من میپذیرم که لباس و پوشش یک امر فرهنگی است. ادامه فرهنگ وقت در مراحل بعدی همین تنوع بخشی در برآورده سازی همین نیازهای اولیه است. ما حتی در خورد و خوراک هم کار فرهنگی میکنیم. امروز تزیین سفره، انواع غذاها و ترکیبها اساسا یه مقوله به شدت ذوقی است و با اون ابعاد دیگه وجودی انسان فراتر از فقط رفع نیاز به حالا تأمین قوای جسمی انسان به این عرصه ها وارد شده. لذا همچنان که اون عرصه این امور ماهیت فرهنگی پیدا میکنه، لباس و پوشش هم اصلش بنیادن فرهنگی است و هم تنوعاتی که در این پدیده پیش میاد اون رو تبدیل به یه امر فرهنگی میکنه. علاوه بر این، چون یه نسبتی هم با امور ذوقی و زیبایی شناسی داره، در ادامه هم این امر در واقع فرهنگی، یعنی ماهیت فرهنگی اون تداوم پیدا میکنه، یعنی فراتر از این که من فقط بدنم رو بپوشونم، حالا چگونه بپوشونم، با چه رنگی، با چه شکلی، با چه گونه‌ای و انواعی که پیدا میکنه، همچنان این موقعیت فرهنگی اون رو تقویت میکنه. میدونید که خاصگاه و جایگاه اصلی فرهنگ هم همین حوزه زیبایی شناسی و امور ذوقی است، یعنی خیلی هم امر غریبی نیست که ماجرای لباس به دلیل اینکه یک ماهیت فرهنگی داره ارتباط پیدا میکنه با امور ذوقی و زیبایی شناسی. حالا اگر زندگی در همین حوزه زیبایی شناسی محدود بود و اگر ما با پدیده‌ای به اسم زندگی جمعی مواجه نمی‌شدیم، فرهنگ هیچگاه نیازی به تبدیل شدن به قانون پیدا نداشت. اما به این دلیل که زندگی ما فقط محصور در حوزه زیبایی شناسی و ذوقیات نیست، ابعاد دیگه، جنبه‌های دیگری هم داره، حوزه حقیقت شناسی داره، لذت شناسی داره، منفعت شناسی داره، هر کدوم از اینها یکی حوزه اقتصاد رو در واقع ایجاد میکنه، حوزه سیاست رو و انواع حوزه هایی که در حیات طبیعی ما، حیات اجتماعی ما، در همه عالم ما این چیزها رو از یکدیگر نگرفتیم. اقتضاعات وجودی انسانی باعث شده که این حوزه‌های متناظر در جوامعی که هیچ ارتباطی هم با هم نداشتن به طور طبیعی شکل بگیره. چون زندگی فراتر از حوزه زیبایی شناسی است و چون ما با پدیده‌ای به اسم زندگی جمعی مواجه هستیم، ما ناگزیریم علاوه بر فرهنگ به یک امر دیگری به اسم قانون هم متوسل بشیم. لذا پیوند بحث حالا حجاب رو اگر پدیده‌ای بگیریم که یک جنبه هایش مربوط به حوزه فرهنگه، با همون سازوکارهای فرهنگی هم باید باش مواجه شد و برخورد کرد، یک جنبه هایش مربوط به اقتضاعات حیات جمعیه. حالا عرض میکنم حیات جمعی چه اقتضاعاتی داره که ما رو علاوه بر نیازهای فرهنگی به یک مجموعه هنجارهایی به اسم قانون هم فراتر از عرف و هنجارهای بین انسانها به یک در واقع اموری که قدری الزام آورتر هستن یا الزاماتشون از قاطعیت و حالا سلاوت و تسلب بیشتری برخوردار هم هست، ما بهش نیاز پیدا بکنیم. حجاب یه جایی بین قانون و فرهنگ ایستاده. باید حجاب منظور اینجا پوشش دیگه، یعنی پوشش مردان رو هم، چون من اصلا عرض میکنم لباس. 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 یعنی وقتی میگیم حجاب، ماجرا رو بانوان داره یه مقدار. نه، حجاب اساسا ما رو میبره روی نوع خاصی از پوشش. من منظورم فعلا در سطح لباس. نوع خاصی از پوشش هم نیست. عرضم این است که لباس
همین لباس که ما در حیات اجتماعی خودمون همه دارند یک بخش مثل عرض کنم خورد و خوراک، مثل غذا که یک گوشه بخشی از زندگی ما رو به خودش اختصاص میده، مثل مساکن ما که یک بخشی از زندگی ما رو به خودش اختصاص میده، با همون مبانی که عرض کردم اینها ماهیت دوگانه دارند. درست دارید که من که زودتر چارچوب بحث مشخص بشه، من فقط یه سوال بپرسم. ببینید به گمانم یه مقداری الان ما روی اون کلیت بحث اختلافی نیست، یعنی بالاخره لیبرال ترین و آزادترین کشورهای جهان از لحاظ بالاخره فرهنگی هم معمولا در حوزه پوشش و لباس یه قوانین و مقرراتی دارن، کشور اروپایی دارن، امریکا دارن، خیلی از کشورها دارن. این به نظر میاد که در اصل مسئله خیلی ما الان در واقع اون نقطه مسئله مندمون اونجا نیست. شاید الان مسئله این است که قانون در ایران در مورد حجاب نوعی در بخشی از مخاطبینش نوعی عدم مقبولیت و عدم رضایت و ناخشنودی ایجاد کرده. یعنی درسته که قانون اصولا همراه با نوعی الزام و ناخشنودی بالاخره همراهه، ولی به نظر میاد که بالاخره این قانون باید در بستر اجتماع بشینه. موقعی که شما یک قانونی میذارید که بالاخره 80% مخاطبین شما مجرم محسوب میشن طبق اون قانون، خب معلومه این یه اشکالی در کاره در اون وضعیت اجتماعی و تطابق این. خواستم بگم یعنی شاید نقطه مسئله مندمون بیشتر اینجاست. اب نداره، حالا به همون اندازه‌ای که من مقدمات رو گفتم بعد از این وارد این بخش میشیم. فقط همین رو عرض بکنم، مسائل در جمهوری اسلامی در باره جمهوری اسلامی همواره توأم با بزرگنماییه. یعنی ممکنه همه این اتفاقات در حال جوامع کم یا زیاد به انهای مختلف، حالا یه نوعش در اینجا، انواع دیگری هم داشته. جمهوری اسلامی در هر فصلی در هر دوره از این قبیل تجربیات داره. اینجا به شدت بزرگ نمایی میشه، تبدیل میشه یک مسئله مبنایی که باش در واقع تحلیل های ریشه‌ای بر اساس اون صورت میگیره که گویا ناشی از مثلا ایدئولوژیک بودن مثلا نظام جمهوری اسلامی است یا برخواسته از ماهیت دینی چنین حکومتی است که درگیر این بحث ها می شود. در صورتی که به گمانم اگر واقعیت مسئله درستی شناخته بشه و معرفی بشه خیلی امر غریبی نیست، خیلی امر متفاوتی نسبت به اتفاقاتی که در جوامع دیگری رخ می دهد نیست. این که می فرمایید با قانون بخشایی از جامعه ناسازگاری دارند، پذیرش لازم رو ندارن، در باب بسیاری از قوانین همین ماجرا وجود داره. این اختصاص باز به جامعه ما نداره، در بسیاری اصلا نقش ضابطین اجرایی و کسانی که مسئول پیاده سازی و اجرای قانون هستند، حالا بعضی وقت با در واقع توصیه، بعضی وقت با تذکر، بعضی وقت با اعمال زور تلاش میکنن که قوانین رو پیاده بسازن، ناشی از همین است که خب بخشی از جامعه قانون گریزند. این امر غریبی نیست. حالا اینکه نسبت در جامعه ما چقدره در قیاس با کشورهای دیگه قابل بحث است. اینکه شما میفرمایید ما به یه امری با یه امری مواجه هستیم که 80% اون رو در واقع نمیپسندن رو هم من نمیدونم از کجا شما به دست دارید، بر چه اساسی. حالا رقم هم مثال بوده. آره، مثلا اگر در جامعه، یعنی جمله هم شرطیه که اگر در جامعه 80% با یه مضمونی مخالف باشن، آیا ما اینو میتونیم جامعه قانون و الزام بر اون بپوشونیم و به خصوص کیفری بکنیم مسئله رو؟ یعنی بگیم اگر این کار بکنی جریمه، زندان، در حالی که یه تعداد زیاد. یعنی آیا ببین من یه نسبتی بین قانون و فرهنگ برقرار کردم و یه طوری هم عرض کردم که گویا بعضی از پدیده ها و پدیده های فرهنگی به خاطر اینکه الزام آورتر بشوند و قابلیت بقا و بست بیشتری پیدا بکنند قالب قانونی پیدا میکنند. این نسبتی است که گویا فرهنگ قانون داره خودش رو بر فرهنگ تحمیل میکنه. قانون است که میخواد فرهنگ رو ماندگار بسازه، بست بده. گویا زور است و غلبه هست که داره در فرهنگ مداخله میکنه. منتها میخوام رابطه عکس رو هم بیان بکنم. خود قوانین مبتنی بر فرهنگ جوامع در واقع
طرح میشن و به تصویب میرسند، خصوصا وقتی یک سازوکار دموکراتیک برای تصویب قوانین برقرار بشه و توسط نمایندگانی که از سوی مردم انتخاب شدند با ارزش ها، فرهنگ و گفتمان و ایدئولوژی که مردم پذیرفتند و قائل هستند و به واسطه اون نمایندگانی رو انتخاب میکنن، اینا با اون پشتوانه میان قوانین رو به تصویب میرسونن. میخوام بگم اتفاقا عقبه قوانین هم فرهنگ است. یعنی این گونه نیست که قانون آمده است که فرهنگ رو تقویت بکنه، یا فرهنگی که به هر صورت رو به افول، رو به نزول، رو به حاشیه روی است به یه نحوی در جامعه تثبیت بکنه و حفظ بکنه. آخر صورت معکوس هم از این رابطه. حالا میشه مستاقی بحث کرد در بعضی از ماجرا حجاب الان پوشش هست، یعنی حجاب آیا قانونی است که علی رغم اینکه فرهنگ جامعه ما او رو نمیپسنده از با مکانیزم‌های قانونی ما می‌خوایم تحمیل بکنیم، یا نه خود این قانون حجاب برخواسته از یک عقبه فرهنگی است که آقای دکتر فرمودند که جامعه ما جامعه است که از این حیث با حجاب سازگاری و میانه خوبی داره، بخش قابل توجهی از این جامعه رو حجاب حداقل عرفی رو به راحتی پذیرفتن، صرف نظر از اینکه قانون هست یا فشار اجتماعی وجود داره یا نداره، در موقعیت‌های عادی زندگیشون به طور طبیعی رعایت میکنه. این که نسبت به غیر قانون فرهنگ دو سویه است، یا یک سویه تحمیلی است از سوی قانون بر فرهنگ یا از سوی فرهنگ بر قانون، قابل بحث در باب حجاب. در باب حجاب نه، اول در باب لباس و بعد در باب حجاب. یعنی نوع خاصی از لباس که حالا عرض میکنم. بسیار متشکرم. من فقط قبل از ادامه بحث یه معذرت خواهی بکنم، وقتی چند دقیقه این برنامه شد خلاصه بر من ببخشید، چون میخوام یه بحث راحت تری صورت بگیره اینقدر. خب آقای مطهری، من هم بر ادامه بحث خدمتتون هستم، هم یکی دو تا سوال داشتم، چون میخوام یه مقدار بحثا رو نزدیکتر بکنیم. آقای دکتر بالاخره خیلی مبنای شروع کردن، شما رو دارن از بحثای خلاصه انضمامی تر و میدانی تر آغاز فرمودید. یکی این که آقای دکتر یه فقط سوال شرعی به یه معنایی و فقهی برای من پیش اومد، و اون این که بالاخره ما موقعی که میخواییم یه جورایی تجویز بکنیم حجاب عرفی رو در ایران، بالاخره با این معنی شرعی مواجهیم که شرع یک حدودی برای حجاب مشخص کرده، و ما بر اساس چه مبنای جواز داریم که بگیم ما میتوانیم از این حدود در واقع یه جورایی نادیده بگیریم اون رو و کوتاه بیاییم و بگیم که نه، همین حجاب عرفی که هست مورد قبول ماست. یعنی یه وقت ممکنه شما بفرمایید که منظور من این نیستش که این حجاب خوب هست یا مورد قبوله، ولی بالاخره الان همینه که هست، خیلی کاریش نمیشه کرد به یک معنایی، و بیاییم حساسیت نداشته باشیم روی مسئله، حجاب عرفی رو بپذیریم به عنوان حجاب ملاک و معیار در ایران. می‌خواستم اینم یعنی اون موضعتون اینو دار این دوگانه رو توضیح بدید، به نظرم روشن‌تر میشه. بله و ناظر به بحث‌های آقای دکتر هم به نظرم انسان نظر بفرمایید، مخصوصاً اینکه قانون حجاب در ایران از چه سنخیه. عرض کنم که البته ما چیزی به نام حجاب عرفی نداریم، یعنی بگیم منشأ پوشش مردم صرفا عرفشون هست. اگه ملاک عرف جامعه بود اصلا نیازی به وحی نبود، نیازی به دستور الهی نبود. حجاب عرفی هم ناشی از همون حجاب شرعیه، یعنی مردم میدونن همه که مثلا قرآن دستور داده که مثلا حالا آقایون به شکلی و خانم ها به شکل عرض کنم که کاملتری به اصطلاح باید پوششی داشته باشند، و علتش هم اون میزان تأثیری است که خانم ها دارن و آقایون چنین تأثیری رو ندارن، به همین دلیل بیشتر حجاب درباره خانم ها بحث میشه. و خب اینو همه میدونن که بالاخره غیر از وجه و کفه، غیر از صورت و دو دست تا مچ،
مثلا دستور قرآن هست که باید پوشیده باشه، حالا به چه نحوی دیگه اون بحث نشده. یعنی دیگه کلن اسلام خیلی وارد شکل زندگی نمیشه، اون اصول رو بیان میکنه و دیگه مردم آزادن در این مطلب، حالا به چه شکلی باشه، با چادر باشه، با شکل دیگری باشه، با چه رنگی باشه، اینا دیگه اساسا مطرح نیست. منتها وقتی همین حجاب شرعی رو کم کم بالاخره افرادی در اثر سهل‌انگاری کمتر رعایت میکنن، این میشه حجاب عرفی. و الا اینجور نیست که حالا عرف هم یه ریشه ای باشه برای خودش در مقابل شرع و عرض کنم که دین و الهیات و اینها. حالا یه مطلب اینجا هست، حالا خوب اینجا مطرح کنیم که بعضیا انتقاد میکنن از این مسئله پوشش و نظارت بر پوشش و اینها و میگن که عده‌ای میخوان اون پوشش مورد علاقه خودشون رو و سبک زندگی خودشون رو بر جامعه تحمیل کنن، در حالی که واقعا اینجور نیست. یعنی ما یه ملاک داریم، اصلا ملاک نه نظر بنده است، نه نظر شماست، نه نظر آقای دکتره. حالا آقای دکتر نمیشه خیلی راحت گفت، ولی میخوام بگم ما یه ملاک داریم. ما میگیم آقا اون چه که شارع گفته، اون که اسلام میگه، اون چه که قرآن گفته. این اینطور نیست که ما میگیم چون ما اینطور زندگی میکنیم شما هم اینطور زندگی کنیم. ما میگیم قرآن اینجور میگه، میگه که عرض کنم که مثلا ولی از رب نه به خمر و هن نه علاج و یوبه هن نه، این روسری های خودشون را برگردن ها و سینه های خودشون به اصطلاح چیز بکنن، نزدیک کنن بپوشانن. بعد میگه ذالکه از کار لکم، یا ذالکه از کار لهم، حالا یادم نیست، میگه این برای شما پاکتره، این به نفع شماست، به صلاح شماست. خب این سبکیست که ما میگیم ما اینو از قرآن گرفتیم. قرآن میگه، میگه که سعادت شما، مصلحت شما در اینه. بحث تحمیل یک سبک خاصی از طرف خود اساسا وجود نداره. یعنی چون خیلی اینو جنب میکنن که این معمولا حکومت های توتالیتر و دیکتاتور هستن که سبک بله. زندگی ها رو مثلا تغییر میدن. ما میگیم بالاخره ما یه بله، ما خب نظر شخص که نیست، نظر شخص نیست، بالاخره ما یه حکومت ایدئولوژیک هستیم، ما که نمیتونیم انکار کنیم. قطعا ما حکومت ایدئولوژیک هستیم، ما میگیم جمهوری اسلامی. خب دیگه طبعا یه دستوراتی هست، میگیم که اینا این دستوره، حالا چه جور رعایت بشه. منتها بحث در اینه که سختگیری نباید بشه، نمیدونم خیلی مطلب خشخاش نباید گذاشته بشه و از این قبیل. یه مطلب راجب قانون شما فرمودید، حالا من باز میرم سراغ همین قانون عفاف و حجابی که الان مطرحه، که اساسا به نظر من این یه قانون درجه دوه. چرا قانون درجه دوه؟ چون این مصوبه مجلس نیست، این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگیه که شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اساسا در قانون اساسی وجود نداره. منتها حالا دیگه چون گفته شده که اینم در حکم قانونه، دیگه پذیرفته شده. یعنی میگم بخیر بعضی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانونه و الا مجلس اینو تصویب نکرده. همین قانون عفاف و حجاب. چون جرم انگاری های دکتر 638 مجلس اسلامی یا تبصره 638 خب اونا رو همون خود تنها ماده ای که ما جرم انگاری کردیم بله. بحث بیهجابی رو قانونه، ولی خب سایرش بله، سایر قوانین اونه چیزی که بله به عنوان قانون عفاف و حجاب مطرحه، قانونی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده که 26 نهاد و سازمان رو مسئول کرده که یکی از اونها نیروی انتظامیه. و میخوام بگم که قانون خیلی سفت و محکمی هم نیست. قانون واقعی، قانون اصلی به نظر من قانونی است که مجلس تصویب میکنه، قانونی است که نمایندگان مردم تصویب میکنن و این چنین قانونی نیست. و اصلا من معتقدم حجاب نیاز به قانون نداره. یعنی اصلا به نظر من حجاب نیاز به قانون نداره، چون همه میدونن یه دستور حکمی است، حدودش هم معلومه، اتفاقا از مسائلی است که هیچ اختلافی درش نیست. یعنی همه فقها میگن آقا
غیر از وجه و کفین بقیه بدن باید پوشیده باشه، اختلافی نیست. حالا یه عده میگن آقا احتیاط کنید، حالا بعضی میگن مثلا احتیاط کنید صورت رو هم بپوشانید و از این حرفا، ولی اکثریت و در واقع اکثریت قاطع همه به همون شکل مشهور میگن. و من میخوام بگم حالا اصلا تو فرمودید که اون صورت حادش رو اشکالی نداره با قانون جرم انگاری بکنیم، درسته؟ بله، بعد یه مرزی بذاریم. بله اون رو حالا عرض کنم که به عنوان قانون حجاب، یعنی اصلا به عنوان این نظم جامعه، به عنوان حق مردم، یه همچین چیزی که آقا این آقا نمیتونه با بیجامه بیاد تو خیابون، این خانم نمیتونه نیمه اوریان بیاد بیرون، ممکنه کاری هم اصلا به شهر ما نداشته باشیم، بگیم که این نظم اخلاقی جامعه رو به هم میزنه و از این قبیل. من میخوام بگم حتی چنین قانونی هم نباشه، باز ما به عنوان جمهوری اسلامی وظیفه داریم که در حال نظارتی بر مسئله مسائل فرهنگی از جمله مسئله پوشش هم داشته باشیم، خیلی در بند قانون نباشیم. یعنی روشنه دیگه، خب هدف چی بوده، اصلا فلسفه این قانون چی بوده، یعنی فلسفه همین حکم اسلام چیه که میگه حجاب رعایت کنید، حریم میان زن و مرد بیگانه رعایت بشه، خب این هدفش چیه؟ آیا خدا العیاذ بالله دنبال مردم آزادی بوده، میخواد به ما سختی بیجا بده؟ میگه این به نفعتونه، میگه این به نفع شماست که این کارو بکنید، که این روابط جنسی، التزازهای جنسی در کادر خانواده باشه و کار و فعالیت در جامعه باشه. هر آنچه از مسائل جنسی است در خانواده و جامعه مخصوص کار و فعالیت باشه. میگه این به نفع شماست. حالا شما بگو نه این به نفع من نیست، حالا مثال بزن اروپا رو ببین، اینا لختن، همه اما هم جلوترن فلان، خب این اون یه بحث دیگری است، اون بحث دیگری است، مشکلاتی که اونا دارن و بعد پیشرفتی که اونا دارن ناشی از بی‌حجابی که نبوده، اون یه عوامل دیگری بوده، ناشی از نظمشونه، ناشی از تلاششونه و از این قبیل، و اونها تو این مسائل خیلی مشکل دارن. حالا اون یه بحث مجزایی است. و بعد هم ضامن اجرای قانون در واقع فضا و روح جامعه است. ببینید من یه مثالی میزنم، اگر قبل از اینکه ببینید من راستش اینو دارم موضع حضرت عالی رو متوجه نشدم در، یعنی ده. به نظر میومد یه ابهامی داره. حالا ببین الان یه سوال روشنی نه بذارید من این بحثو تموم کنم. آره، خدمتتون میگم رفتین ضمانت اجرا همین هم چیز، یعنی متوجه نشدم مثلا قانون بذاریم نذاریم. نه بذاریم، ولی در درجه اول ببینید کیفیت داشته باشیم قانون... نداشته باشیم، نه قانون آخر و دواس به اصطلاح، یعنی مراحل قبلی ما داریم. اولا فضا و روح جامعه بهترین ضامن اجرای قانونه. یعنی من مثال میزنم، میگم که اگر تمام مردان جامعه ما فرض کنیم همه امام خمینی بودن، اصلا زنی بود که مثلا بی حجاب بیاد بیرون، اصلا چیز می که به اصطلاح نمیتونست این کار بکنه، یعنی فضای فرهنگی فضا اجازه نمیده بهش، یعنی خودش شرم میکنه که من اینجوری بیام بیرون. ولی وقتی فرض کنه احساس کنه که وقتی که یه مقداری با جلوه بیرون میاد اینا، بیشتر اون رو تحویل میگیرن، نگاه ها بیشتر بهش جلب میشه و تشویق میشه، خب اونم چیز او هم ادامه میده. و اساسا این که کسی فکر کنه مثلا بانوان جامعه ای اینها مثلا بگیم مثلا در یه درصدی فاسدن اما مردها همه سالمن، نه این منعکسه، یعنی به طور معکوس، یعنی متعاکسه به قول معروف، تناسبی داره با. بله، یعنی اگر زنان جامعه فاسدن مطمئن باشید مرداش هم فاسدن و برعکس، مردا فاسدن زنان هم فاسد، یعنی چیز نکنیم که بندازیم تقصیر فقط گردن زنها و از این قبیل. این میخوام بگم اینا مراحل اولیه است، منتها حالا با تمام این ملاحظات و تمام این تلاش ها و این کارهای فرهنگی و نظارت ها و همه چی، آخرش هم یه عده چی رعایت نمی کنه، یکی میگه آقا من دوست دارم اینجوری بیام بیرون، میخوام نیمه اوریان باشم، خوشم میاد، لذت میبرم،
خب اینجا دیگه جامعه میگه که آقا نمیتونی شما اینجوری با یه لباس رکابی بیای بیرون، ما اجازه نمیدیم. خب این قبول هست، ولی اینو که میگی جامعه قبول میکنه، اینو جامعه حرفی نداره. ولی وقتی شما میای راضی یه نقص جزئی طرف رو بازداشت میکنی، میگیرین، اذیت میکنی، این جامعه خب اینو نمیپذیره. بله اونجا که دقیقاً من به نظر نقطه قانونی بحث اینجاست. بل. اگه اینو توضیح بدید موضعتون روشن بشه قابل بحث تره. ای بسا و اون اینکه ما عده‌ای از بانوان رو داریم، درصدم نمیگم الان، ولی به نظر من زیادن. یعنی نه زیاد نیست، اتفاقا همین 80 درصدی که شما فرمودید من قبول ندارم که 80 درصد حجاب عرفی رعایت نمی‌کنن. نه اینجور نیست، چون این مبتنی بر یه تنها تحقیقی که من دیدم در حوزه این که تفکیک کرده باشه بین حجاب عرفی و شرعی و اینا، من تحقیق بود که مرکز پژوهش مجلس انجام داده نه. بود اون عددی که حدوداً محاسبه کرده بود، حالا من آخه خود این حجاب عرفی هم که شما نامگذاری کردید یه طیف بسیار گسترده بله داره. دیگه خیلی گسترده از حداقل بله. شکل حجاب که آقای دکتر تحت عنوان لباس رکابی از اون متعارف نیست دیگه های دکتر. نه اصلا بستگی به اقوام هم داره، میشه دسته دیگه. بله بله بله، من تو خود این عرفی حداقل هایی داره یا یه جایی تا یه جایی داره که نزدیک به حجاب شرعیه. بله بله، اما چون به یه لاخ مو هم معلومه ما دیگه باید عرفی قلم داده شد. عرفی قلم داده شد. حالا خیلی مسئله رو حل نمیکنه که اولا چه نسبتی هست یا نیست. نه دکتر الان ما بحثمون اینه، یعنی میخوام بگم که آقای دکتر مطهری میفرمایند که ما اینجا رو، یعنی اونجایی که حجاب عرفی داریم و عرف جامعه ایران اون حجاب رو مهاجم یا خیلی زننده محسوب نمیکنه، اینو خیلی ما هم مطلب خشخاش نگذاریم، قانون نمیخواد اینجا برخورد قانونی نکنیم. یعنی ملاک هم داره ها، من میخوام بگم ملاک داره. ملاک اینه که هر چیزی که محرک نیست، ببینید چون اصلا فلسفه حجاب چی بوده؟ این بوده که تحریکی نباشد در سطح جامعه، همین بوده دیگه. حالا یه کسی این ظاهر حجاب رو درست رعایت نکرده، احیانا قسمتی از موش هم بیرونه، ولی این محرک هم نیست، همین درسته، یعنی همینو کافیه، منظورم اینه کافی. بله خب اگه کامل رعایت کنه بهتر، ولی همین که محرک نبود، یعنی راجع به این ما دیگه در قوانین دیگه نباید سخت بگیریم. بله جرم انگاری نکنیم، جرم انگاری نکنیم، یعنی در واقع تبصره ماده شناوره این ملاک خیلی ملاک شناوریه. یعنی خب میدونید که موارد و اشخاص در این ملاک متفاوته. بله نسبیه، اونم قبوله، هر کسی یه جوره، یکی با یک صحنه یکی تحریک میشه یکی نمیشه. نه این متوسط مردم رو عرض میکنم که بالاخره یه چیزی روشنه که الان این آقا یا این خاله، من همش هم نریم رو خانوما بگیم آقایون هم همینطورم، آقایون هم گاهی اصلا ما در اسلام داریم که عرض کنم حتی نگاه کردن زن هم به چهره مرد و به نمیدونم بدن و قسمت های از بدن بازو و بدن و قسمت های از بدن مرد که معمولا پوشیده است، اینم اگر توامه با لذت باشه جایز نیست. یعنی اینجور نیست که فقط مخصوص مردان باشه که نباید نگاه کنم، این چیزا دستورات ما داریم، یعنی برای مردان هم هست این مسائل. فقط همین که اون فلسفه حکم به اصطلاح تأمین شده باشه که دیگه تحریکی نباشه، آدم احساس میکنه بالاخره میبینه بله این حجابش کامل نیست، ولی واقعا محرک هم نیست. ممکنه شما یه رو من با این صحبت میکنی و هیچ تحریک هم نمیشه. دکتر باش من دور بپرسم برای اینکه موضوع من یه مثال براتون بزنم. ببینید من یه بار یادم تو مجلس با یه خانومی داشت بحثی داشت مطرح میکرد، 20 دقیقه صحبت کرد همینجور بحث میکرد اینا، من بعد دیدم من 20 دقیقه با این خانوم صحبت کردم اصلا من احساس نکردم این یه زنه. چرا؟ برای که خیلی ساده و اصلا خیلی این، ولی خب با یک کسی هم شما نمیتونید 5 دقیقه صحبت کنید از بس که به اصطلاح بالاخره جلوه داره و آرایش و اینها. میخوام بگم این مشخصه، همین که کسی محرک نباشه و پوشش رو هم به طور نسبی رعایت کرده همین کافیه. ما سخت نگیریم،
بحث من اینه. خواهی دکتر من بس سوال بپرسم برای اینکه موضع روشن بشه. ملاک همون شما میگید ملاک چیه؟ نه من میگم میخوام بگم که ملاک آریانیه به نظر من. ادعا یعنی الان اون ادعا چیه؟ یک اینه که شما میفرمایید که من از لحاظ شرعی قبول دارم که اون حدود شرعی اونه. بله. و توصیه من این نیستش که حجابی رو که غیر شرعی رو تحسین بکنم. اما با توجه به وضعیت میدانی و اجتماعی و پذیرش پوشش در بین زنان و مردان ایران معاصر به نظر همه جا همه جا همینطوره. حالا فعلا حالا ایران ایران همه جا عراق هم همینه، ترکیه هم همینه، همه جا موضوع ایران. با توجه به این توصیه هم به سیاست گذار قانونی این است که از حجاب شرعی فعلا کوتاه بیاد و همین حجاب عرفی رو بله. بکنه تقریبا. و مخالف حجاب عرفی رو که حجاب گزنده و حجاب مهاجمه اونو برخورد بکنه. بله. بله. یعنی یه وقت این ادعاست، یه وقت ادعا اینه که نه اصلا از لحاظ شرعی شرع این حجاب رو تحسین کرده. یعنی من میخوام ببینم خب بله شرع اینو گفته اینطور باشید، ولی خب حالا اگر کسی هم رعایت نکرد نگفتین بگیریدش، اینو توصیه کرده این به نفع شماست اینطور عمل کنید، ولی حالا کسی هم عمل نکرد. خب بالاخره یه وجوب شرعی داره یه واجب شرعی خب ترک نه واجب میکنه. شرعی است که ببینید این یه واجبی یعنی یه چیزی مثل عبور از چراغ قرمز نیست، یه چیزی است با روح و روان افراد سر و کار داره، این به اصطلاح با تربیت و با توصیه و موعظه و اینا تا حدی قابل حل، تا حدیش هم هیچ وقت حل نخواهد شد. اینو ما خیال خودمون رو راحت کنیم، هیچ وقت نخواهد شد که تمام بانوان حجاب شرعی را به طور کامل رعایت کنند. این روشنه، در زمان امام زمان هم مطمئن باشید همینطوره، اینطور نیست که همه به طور کامل رعایت کنند. دنبال این ما نباشیم، فقط کاری کنیم اینا رو دنده لج نیفتن. یعنی نمیتونید، یعنی قدرت زنا کم نیست، قدرت زن نیروی جاذبه داره، قدرتش کم نیست. این جمله پیغمبر خیلی مهم بود که افراد عاقل تسلیم زنن، افراد جاهل غالب بر زنن و خشونت میورزند و از این قبیل. این به هر حال بله کم و بیش حالا برای من روشن شد. حالا میخواستم هم حدودش رو باید بیشتر بحث کنیم. تقریبا فرمود فهمید. بله بله که مثلا تا چقدر میشه اینو خلاصه بله. کوتاه اومد چقدر و مبناش از لحاظ شرعی چیه؟ بحث همینه، یعنی مبنا اینه که آقا در اسلام ما میگیم باید پوشیده باشه دست و پا و اینها، و یک بالاخره گفتن آقا سر و گردن و سینه اینا پوشیده باشه. حالا یه کسی تمام اینا رعایت کرده، بالاخره داره روسری هم داره کارو کرده، ولی حالا کامل هم نیست، اما محرک هم نیست. میگم اینا رو دیگه ما سخت نگیریم. آقا متشکر. خب آقای دکتر الان دوباره اون دوراهیه رو داریم؟ نه من ما بحث رو برمیگردونیم به موضوع روز. آقای دکتر بله خلاصه بحث‌های بنیادین و علمی دوراهیه دوباره. نه من تبعیت میکنم از بحث‌های شما. آخه الان ببخشید آقای دکتر، الان بیننده ها آخه در واقع انتظار این جور فعلا بحث‌های روز رو دارن. آره اون شاید فضای این که خیلی بحثه بود. اگرچه خب بالاخره اینجا شاید اگر چهار چهاره خب ما سعی میکنیم هر دو جنبه تأمین بشه. یعنی بالاخره نه اینا بالاخره به نظرم بله فرضیه و بالاخره الگوی پیشنهادی قابل بحثیه. یعنی بله همین، یعنی اون مرز رو باید تعیین کنیم. حالا به قول شما میگید ممکنه بابت همین نیاز به یک آیین‌نامه یه چیزی باشه. باشه. نداره تو اونا مردم قبول دارن. ببینید شما الان اگه بگید یعنی مقبولیت اجتماعی قانون خیلی بل. قانونیه دیگه های دکتر، فکر میکنم یعنی عمده بحثمون شکی نیست که به هر صورت قانون باید از درون نیازها و ضرورتها و عرف جامعه برخیزه. اما اینکه اگر یه چیزی کاملا قانون بخواد منطبق بر همون عرفی باشه که جامعه میطلبه که اصلا دیگه نیازی به نوشتن قانون نیست، همون عرف داره کار خودشو میکنه. اگر قرار باشه که ما در تراز عرف فقط قانون رو بنویسیم، در تراز خواسته های مردم قانون رو بنویسیم، همون چیزی که در واقعیت عمل میکنن و
در امکان پیاده سازی هست قانون رو بنویسیم، قانون از ضرورت نوشتن خواهد افتاد. خب هر چه که هست هست، همان چه که هست خوب است و ادامه هم پیدا بکنه. میدونید که اون چیزی هم که هست هیچگاه به همون منوال ادامه پیدا نمیکنه، چون که در بحث حجاب هم جامعه ما نسبت به همین دو دهه پیش خودش خب دستخوش تنازل شده، یعنی اون عرف هم در یک وضعیت ثابتی باقی نمیمونه. حتی اگر بپذیرید که ما قانون رو مطابق عرف بنویسیم، هیچگاه عرف پایدار نمیمونه، چون تحت تاثیر عوامل عدیده است، هم از درون هم از بیرون. فرهنگ مثل فرهنگی است که مخصوصا امروز با توجه به فضای مجازی و این خیلی فرهنگ دست میشه تغییر. به هر صورت قانون یک وجهی از عناصر آرمانی و مطلوبیت های بلند توش نهفته است. ممکنه در عمل در هنگام نوشتن حتما این وجه آرمانی و ایدئال قانون مبتنی به ارزش های متعالی، ایدئال ها، ارزش هایی که یک فرهنگ بهش باور داره اما نتونسته اونها رو پیاده بسازه، مخالفتی با اون ارزش ها نداره، همدلی و همراهی داره اما در عمل نسبت بهش فاصله داره، قانون بر سیاق در واقع چنین مطلوبیت هایی نگاشته میشه. اما در مقام عمل مجری قانون متناسب با شرایط ممکنه تساهلی به خرج بده، مدارا به خرج بده، بخشایی از قانون رو پیاده بسازه، همزمان تلاش میکنه که جامعه رو آماده بسازه، به صرف سازوکارهای قانونی مداخله نمیکنه، از سازوکارهای دیگر برای آماده سازی هم استفاده میکنه. این اتفاقاتی است که در مقوله حجاب رخ داده. حالا اینکه شما معتقد بشید که ما قانون رو به دلیل اینکه بر اساس مثلا حجاب شرعی نوشته شده، کسی میگفت که چون قانون بر اساس حجاب شرعی نوشته شده الان این 80% شما شاید منشأش اینجاست، الان 80% خانم های ما چون حجاب شرعی خیلی بر صورت بچه کفینه دیگه، با یه معیارهای دقیق تری، روشن تری و قاطع تری حجاب رو مطرح کرده، 80% از شما. البته من حتی با این ملاک هم 80% رو قبول ندارم، میخوام بگم منشأش اینجاست. بله 80% نیست، قطعاً 80% گزارشه. حالا اون حالا من کاری با اون عدد ندارم، اینو همینطوری آوردم. بله. میخوام بگم که اون گزارش هم اتفاقا قانون رو اصولاً باید اون که فرضی گفتم آقای دکتر 80%، مثلا اون هم نظر سنجی که انجام شده و اینا، مثلا حالا یه درصدای متفاوتی اینکه بانوان ایران چه میزان حجاب عرفی رو دارن رعایت میکنن، یه دو سه تا نظر سنجی هست، هم صدا و سیما داره، هم طیف بسیار گسترده‌ای داره که مرکز پژوهش آقای کلان انجام میده. خب ببینید آخه ما یه مسائل دیگری هم داریم، ببخشید آقای دکتر، مثلا ما برای زنان بازنشسته از ازدواج یه چیزی داره، یک اصطلاح قرآن داره، زنانی که به اصطلاح عرض کنم که از قعد ندیگه از زمان القواعد چنین عرض کنم که به اصطلاح اینها از زمان شوهر کردنشون یه گذشته، مثلا زنان بالای نمیدونم حالا 70 سال بگیم 65 سال بگیم، اینا واجب نیست که اصلا حتی سر و صورتشون رو بپوشانن، این هم ناظر به همینه که اصلا فلسفه حجاب چیه. فلسفه حجاب اینه که تحریکی نباشه، جایی که تحریک نیست میگه آزادی، میتونی نپوشونی. لذا شما ممکنه این کلی خانمای مسن رو بگیم جزء این 80 مثلا شما میگی 80%، شاید اینا رو آوردن حساب کردن. نه اینا که عدد نمیشن، اینا که نسبتی ندارن، بالاخره زیادن تعداد زنای بالای 65 سال. اون وقت البته این بخش بیشتر رعایت میکنه، اتفاقا همین، حالا مشکل همینه که اینا بیشتر رعایت میکنن. یه علتش هم اینه که هیچ زنی حاضر نیست که بگه وقت شوهر کردن من گذشته، یعنی نه علت چیه؟ بالاخره تو 80 سالگی میگه من هنوز که انسان‌های مسن پایبندیشون به عرف و فرهنگ قوی‌تر از نسبت چون عادت کرده دیگه، 60 سال رعایت کرده دیگه نمیتونه رعایت نکنه از فضای الان، ولی میتونه. یعنی یه خانم 70 ساله با دخترش داره میره، خانم صفر گرفته ولی دختر آزاد، تا که بعد برعکس باشه، اصلا این خانم نیاز به حجاب نداره،
اون دختر بعد حالا آقای دکتر این 80% من اون دفعه هم گفتم داریم مثال میزنیم اگر یک جامعه اگر اینجوری چه کار میکنه. آخه بعضیا گفتن اینو تو برنامه دیگه من دیدم بودن آقا 80% رعایت نمیکنه اینجور نیست. واقعا من شاید 20% 30% رعایت نکنن. به نظر من اینطور 80% باشه خوب نیست، اینجور نیستش. بله دکتر در خدمت بله. ادامه بحث. نکته ای در فرمایشات من چون قرار شد تعقیب بکنم همین بحث رو گذر میکنم از اون بحث، تو فرمایشات آقای دکتر مطهری بود. ببینید فتوا و در واقع شرع در جمهوری اسلامی ملاک در واقع عمل رسمی نیست، رفتار رسمی نیست. البته مبنای بسیار قدرتمندی است و بخش قابل توجهی از جامعه به تأسی از فتاوا و دستورات شرعی زندگیشون رو سامان میدن و رفتار میکنن و عمل میکنن، اما برای در واقع امر رسمی و جمعی ملاک عمل قانونه. یعنی فتوا و شرع وقتی حجیت و اعتبار پیدا میکنه ملاک اون برای مقلدش ملاک، بله اونم سمید. اون کاملا داوطلبانه است و از سر در واقع خود انگیختگی، اما اینجا یه امر بیرونی است. فتوا هیچ ضمانت اجرایی بیرونی نداره، کاملا مربوط به رابطه فرد. ایمانی تعهد فردی تعهد شرعی دینی است که اون فرد با اعتقاداتش داره و به تبع اون با اون مرجع تقلید داره، اما ما صحبت از قانون میکنیم. قانون یه امری است که از بیرون بر ساعت بر شما مراقبت میکنه و کنترل میکنه، نه فتوا نه منطق عقلی به تنهایی. یعنی حتی اگر پشتوانه رعایت حجاب یه منطق قوی عقلی باشه که واقعا انسان سلیم رو قانع بکنه برای رعایت این امر، این کفایت نمیکنه برای اینکه بگیم به دلیل اینکه این اثبات شد و روشن شد و بله. کسی هم مخالفتی باهاش نداشت، همین رو ما ملاک قرار میدیم و جامعه رو رها میکنه، از همه اجرا میکنه، اجرا میکنه. من مثلا یه مثال میذارم، مثل پزشکی که میاد یک ساعت درباره مضرات سیگار بحث میکنه، بعد میره اون گوشه سیگار هم خودش هم میکشه بله. میگه اینا رو میدونم خودم ولی دوست دارم خوشم میاد. بخشی از جامعه همیشه اینجوریه. یعنی نه فتوا و شرع کفایت داره برای اداره یک جامعه در سطح کلان تا وقتی که به یک قانون جمعی و رسمی و حالا قطعی روشن تبدیل نشده، نه عقل و منطق نه فرهنگ به تنهایی. میدونید فرهنگ من در مقابل قانون قرارش دادم به نحوی که گویا قانون است که بچه الزام آور داره و فرهنگ بچه الزام آور نداره. اتفاقا فرهنگ از زمره عرف است، در زمره هنجارهای اجتماعی است. اینها هم الزام های خاص خودشون رو دارن. میدونید کنترل های اجتماعی غیر رسمی در جوامع، حالا سنتی تر بیشتر، در جوامع جا افتاده داره، همبستگی اجتماعی بالا و از حتی قوی تر از قانون عمل میکنه. یعنی فرهنگ رو اگر به مسابقه عرف و هنجارهای اجتماعی بگیریم یا در این رده قلم داد بکنیم، میزانی از الزام آوری رو برای خودش داره. با وجود این نه فرهنگ نه عقل و منطق نه شرع و فتوا برای اداره جامعه در یک سطح کلان کفایت ندارن. اینا وقتی موضوعیت پیدا میکنن مبنای عمل و تنظیم مناسبات قرار میگیرن که تبدیل به قانون بشن. شما ناگزیرید، نمیشود جامعه رو به اعتبار اینکه جامعه فعلا که داره این عرف رو رعایت میکنه، حدی هم که رعایت میکنه تا حدی قابل قبوله، یعنی میشود پذیرفت، امیدواری هم در آینده بهتر بشه. بر این اساس پس در این حوزه ما هیچ مداخله ای نکنیم. همچنان که شما فرمودید اکثریت جامعه اهل رعایت اون حد متعارف و متوسط و مقبول هستن، اما وجود عناصری که اون حد متعارف، حد متوسط، حد اقل رو رعایت نمی کنند و اینا میتونن آسیب هایی برای حیات اجتماعی داشته باشن و جامعه رو بعد حتی سوق بدن به سمت
عبور از اون وضع متعارف و متعادلش. خب برای این بخش از حالا آقای فارابی تحت نوابت از اینها یاد میکنه، اینا کسانی هستن که در هر موقعیتی در حتی مدینه فاضله این بخشی به عنوان نوابت وجود دارن، اینا رفتارهای خلاف اجتماعی دارن، ضد اجتماعی دارن یا متفاوت با هنجار حاکم دارن که بر اساس یه سازگارهایی برای کنترل اینها باید باشه. ضمن اینکه جامعه کنونی جهانی جامعه بازه دیگه، ما با جوامع بسته‌ای که شما بتونید شرایط مورد نظرتو در یعنی خواسته ها و اهداف و برنامه ها و طرحهای خودتون در یک موقعیت بسته‌ای به تدریج ته یک مثلا برنامه های سازوکار های اجرا بکنی و به نتیجه برسونی، به این راحتی به تحقق نمیرسه. عوامل بیرونی به شدت تاثیرگذار هستن، هم به واسطه تفاوت های فرهنگی، هم سویه های سیاسی که این پدیده حجاب پیدا کرده. بعضیا در جامعه ما میگن این حمایت از حجاب، اصرار بر حجاب، حجاب اجباری یک امر سیاسی شده است، یعنی فرهنگ ذیل سیاست قرار گرفته. من میخوام بگم مبارزه با حجاب اتفاقا سبقه سیاسی تری داره تا رعایت حجاب. یعنی الان کسانی که اصرار دارند روی این قضیه بیستن، چه از عناصر داخلی این جامعه، یعنی همه مسائل و واقعیت ها و مشکلات و گرفتاری های جامعه رو رها کردن. آقای دکتر گفتن که چرا جمهوری اسلامی اینقدر نسبت به مسئله حجاب حساسه. من میخوام بگم بیش از اینکه جمهوری اسلامی نسبت به مسئله حجاب حساس باشه، دیگران نسبت به مسئله حجاب حساسه. یعنی کار و تلاشی که دیگران برای دمیدن در برهنگی میکنن، البته فقط این پدیده در باب جمهوری اسلامی نیست، پدیده برهنگی اساسا یه پدیده جهانیه. یعنی یک به تعبیر شهید مطهری میگه این بیماری است که در غرب پیدا شده، چون در غرب تا مثلا 70 سال پیش خانم ها حجاب داشتن. عکساشو شما میبینید، حتی خیلی روسری دارن، لباس های بلند دارن. از حدود 70 سال نم 60 سال خاص هم آید دکتر 5-6 سال گذشته اتفاقی افتاده. یعنی در مطهری در یه دوره این سخن رو گفته بودن که هنوز وضع قالب در جوامع غربی رعایت یک پوشش متعارف متوسطی بود. حالا ولو این که مثلا روسری بر سر نداشتن، اما اندام پوشیده بود. امروز امنی وجود داره، امن عجیبیه. بله واقعا برای برهنگی. بعد این امن در قبال یک جامعه، ببین جامعه ما شما فهم من اضافه هم بکنم، زارت یه 3-4 سالی از اون جنبش میتو و اینا که شروع شد که اصلا انگار جهان این چالش حالا تضاد جنسیتی درش خیلی مورد توجه قرار گرفت، انگار داره فعال میشه. یعنی حالا هر کی داره این کارو میکنه، هر وضعیت تاریخی که ما داریم درش قرار میگیریم، به نظر میاد که دوباره این دوگانه زن مرد و اینکه زنان اعتراض بکنن. ببین این میتو داره نقطه عطف این ماجرا است. میتو مربوط به سنت قبل، سنت قبل یعنی امر در واقع تجاوز و تعدی و دست اندازی به دیگری، به بحث ناموس، یعنی مبتنی بر بحث ناموس دیگه. میتو مبتنی بر در واقع رعایت حدود روابط جنسی است میتو. این متعلق به ما قبل از این اتفاقی است که امروزه به شدت، یعنی شما میتو رو یه امر در واقع متأخر و کهنه شده ببینید. امروز در 2 سال گذشته دوباره حادتر شده، الان تبدیل شده امر میتو دیگه، الان مورد تمسخر قرار میگیره. اگر کسی شعار میتو بده خیلی بهش توجه نمیکنه. الان باید یک گام جلو، بلکه چندین گام جلوتر رفته باشه تا مورد توجه واقع بشه. ببینید ما یه جامعه ایدئولوژیک هستیم. من پسندیدم بیان آقای دکتر، گمانم هم همین بود، اما فکر کردم که دستخوش تحول شده آقای دکتر، شاید تجدید نظر کرده. آقای دکتر مطهری معروف هستن که بالاخره تو حجاب یه، حالا حجاب رو نمیگم، نه تعبیرشون در باب نظام ایدئولوژیک رو از ما. ببین ما این نظام ایدئولوژیک هستیم. خیلی ها میگن که حالا به نحوی ناظر به اون نکته پرسش مبنایی تر شما هم هست که فرمودید که جامعه ما انقدر پر مسئله است، اینقدر مسائلش تبدیل به بحران میشه. یه دفعه تلاطم اجتماعی گسترده تبدیل به مسئله امنیتی انتظامی میشه. چرا اینطوریست؟ در صورتی که جامعه دیگه به این شدت و کثرت نیستن، ناظر به همین است که ما یه جامعه ایدئولوژیکیم. خیلی ها میخوام بگن که به علت اینکه ما یه جامعه ایدئولوژیک هستیم، یه نظام ایدئولوژیک هستیم، حالا اینو منتسب به جامعه نکنم،
یه نظام ایدئولوژیک هستیم مسئله آفرینی میکنیم. مسائلی که در کشورهای دیگه به راحتی با تسامح و تساهل با سازوکارهای دیگه با توافق با قرارداد به راحتی حل میشه، با تجدید نظر با عقب نشینی با انعطاف حل میشه. اصلا حل هم نمیشه. حالا اونا اینطور ادامه رها کردن دیگه، میگن که نظام امکان رها کردن دارن ولی ما نه حل میتونیم بکنیم. نه حالا من عرضم این است، نمیخوام این نتیجه رو که شما گرفتید رو بگیرم، میخوام بگم اونا اینو ادعا میکنند که ما چون نظام ایدئولوژیک هستیم اینقدر پر مسئله هستیم و مسائلمون هم تبدیل به بحران میشه. من میخوام بگم مسئله اولا فراتر از این، اولا همه نظام ها ایدئولوژیکند، تفاوت در نوع ایدئولوژیشون. هیچ نظام بدون فلسفه‌ای در جهان وجود نداره، هیچ نظامی وجود نداره که راجع به هستی، راجع به انسان، راجع به غایات، ما دنبال چه مطلوبیت هایی هستیم، نظام ارزشی ویژه خودش رو نداشت. همه تئوری سعادت و آرمان شرط الا جوامع واقعا در واقع حالا در وضعیت طبیعی در وضعیت زیستواره که ما همچی جوامع دیگه امروزه در سطح جهانی نداریم. همه جوامع یه نوع ایدئولوژی هست. فرق ما با جوامع دیگر این است که این ایدئولوژی تبدیل شده به گفتمان غالب در بدنه اجتماعی، در سازوکار روابط، در مناسبات ساری و جاری شده و غالب هم هست، کسی نمیبینش. ایدئولوژی ما برجسته میشه. چرا برجسته میشه؟ چون خلاف جریانه. علت اگزاجره شدن مسائل در جامعه ما این است که ما یه پدیده خلاف جریان هستیم. چرا در این مسئله میگن 5 میلیون و بلکه بیشتر برای خانم امینی توی سایت ها، یعنی یه چنین آماری از تکرار اسم ایشون توی این سایت ها تو همین فاصله اخیر که مقایسه کردن با پدیده های نظیر در ادوار گذشته، اصلا یک جهش عجیبی داره. چرا اینقدر در سطح جهانی به مسائل کوچک ما آقای دکتر میگن که اینقدر نباید نسبت بهش حساس بود؟ ما حساسیم یا دیگران؟ یعنی کیه چنین مسئله‌ای که میدونید که امثال این اتفاقا در کشورهای دیگه فراوان رخ میده؟ بله. اصلا کسی بهش توجه هم نمیکنه، یه خبر دست چندومه و برای ده محدودی موضوعیت پیدا میکنه رها میشه، اما این رو برای ما برجسته میکنند و تبدیل میکنن. هنوز هم کف خیابون ما، میدونیم که کف خیابون هیچ نسبتی با خانم امینی نداره، کف خیابون میدونیم که هیچ نسبتی با زن نداره، احترام به زن که شما فرمودید و به تعبیر درستی هم حدیث خوبی رو بیان کردید که چقدر عزیز منزلت داره صرف زن بودن، صرف نظر از ویژگی ها و مشخصات وجودی اون خانوم اهمیت داره. با وجود این، این تبدیل شده به یه چنین مسئله‌ای که گویا جمهوری اسلامی با زن مسئله داره. بله، خب ما هم بهانه هم نباید بدیم دست اونها. خب اونا در واقع از این از کنم تأکیدی که ما مثلا روی همین بحث حجاب داریم، اینا میخوان به نفع خودشون استفاده کنن، یه نقطه ضعفی بگیرن بگن ها حالا بنابراین اینها دارن به زن ظلم میکنن چنین و چنان. خب ما باید هوشیار باشیم و این اجازه رو بهشون ندیم، یعنی واقعا به یک اشتباه ببینید چه بله بهانه یه ذره مستاق طبیعی. آقای دکتر من میخوام بگم که چنین اشتباهی، یعنی یه کسی که مثلا یه دختر جوانی وقتی مظلومانه از دنیا میره خود به خود عواطف تحریک میشه، این یه مقدارش طبیعیه. یعنی شد الان 80-90% این اتفاق جریانی که حرکت کرده. آقای دکتر مگر اولین حادثه است که برای یک دختر خانومی در این سن و سال رخ داده؟ ما دختر خانومی داشتیم که من حالا احسان نمی کنم بر همین ادوار اخیر که یه چیزی نظیر به همین حادثه که واقعا یک جنایت، خانومی با همین مشخصات، نزدیک به همین مشخصات برایش چنین حادثه پیش میاد، مثل یه خبر حوادث که توی صفحه حوادث میخونند و عبور میکنند ازش عبور میکنند.
خب نه اینجا چون بحث حکومت هم احسن. مطرح بود. یکیش بحث جمهوری اسلامی طرف هر بله. ماجرایی اونا منتظرن احسن. بله یعنی ما وضعمون عادی نیست آقای دکتر، یعنی بله. چون خیلی سیاست خیلی نه الان شما بی بی سی رو ببینید اصلا برنامه ویژه همینجور دو ساعت به اصطلاح گزارش مستقیم میده از تظاهرات از این حرفا، جاهای دیگه همینطور، یعنی دنبال اینن که از این فرصت ها استفاده کنن، نظام رو بلکه بتونن سرنگون کنن. بس این خیلی روشنه مطلب. و یعنی دکتر یکی از مسائلی هم که مسائل فرهنگی در ایران بسیار پیچیده میشه و حل کردن و به توافق رسیدنش هم به هر حال مشکل میشه، اینه که دائما بالاخره واقعیت اینه که باش از خارج و داخل برخورد ایدئولوژیک میشه. برخورد ایدئولوژیک به معنای برخورد قدرت، یعنی سری میخواد از این گپ فرهنگی، از این اختلاف و در واقع چالش فرهنگی داخل جامعه ایران که چالش فرهنگی استفاده بکنه برای اینکه به یه مقصود سیاسی و قدرت برسه و این خیلی حل مسئله رو مشکل میکنه. ما مسائل زیادی داریم توی جامعه همون به دلایل عدیده. یه حکومت به هر صورت پسا انقلابی هستیم، خود حکومت پسا انقلابی ولو اینکه 4 دهه سپری شده، ما دیگه الان از اون پدیده انقلاب فاصله گرفتیم، یه نظام تثبیت شده هستیم، اما به هر صورت ما یک نظام پسا انقلابی هستیم، خودش مسئله آفرینه. ما نظامی هستیم که تحت فشار و تهدید و تحمیل دیگران هستیم، مشکلاتی رو مضاعف بر جوامع دیگه به هر صورت دوچارش هستیم، ناکارآمدی ها، نابلدی ها، منازعات سیاسی و کشاکش های درونی جامعه که امر طبیعی هم هست، اینا اتفاقا نشانه زنده بودن جامعه ماست. ما واقعا یه جامعه زنده هستیم، از این حیث هزینه این زنده بودن رو هم میپردازیم، چون ارزش هایی داره که به مراتب بیش از این هزینه ها، پرداخت این هزینه ها برای ما در آینده اثرات خودش رو نمایان میکنه. ما یه جامعه پرمسئله هستیم، مسائل عدیده ای رو داریم، مسائل ایران بلافاصله تبدیل میشه به مسئله ایران. بله. یعنی کسی با مسائل ایران به مسابه مسئله برخورد نمیکنه. اینها نشانه هستند، اینها بهانه هستند. برای چی؟ برای اینکه به نحوی ایران رو بکنن مسئله. ایران مسئله است. بله، یعنی اگه در کشور دیگه اتفاق افتاده بود به بله. این قد گستش پیدا نمیکرد. ولی آقای دکتر اما یه مطلب ببخشید بفرمایید، یه مطلب هست ما باید قبول کنیم که اولا نکته که فرمودید حرف درستی بود، که خود این عواطفی که مردم نشون دادن، خود این عکس العمل هایی که نشون دادن، این یه نقطه مثبته، نشون میده جامعه ما یه جامعه زنده عاطفیه، از عواطف انسانی برخورداره. خوبه، این چیز خوبه. حالا دیگه یه عده میان قاطی میشن و عرض کنم تخریب و آشوب، اون یه بحث دیگری است. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که ما باید قبول کنیم که یه علت این هم که یه مقدار ادامه پیدا میکنه این اعتراض ها اینا، اینه که یه مقدار اعتماد مردم به حکومت کم شده. ببینید ما مواردی داشتیم که بالاخره صداقت در کار نبوده. نمیدونم، مثال من میذارم، مثال آقای ستار بهشتی، نگفتن آخر قبول نکردن، که خودشون هم خصوصی میگن بله شده ولی هیچی نگو به خاطر حفظ نظام. من مجلس بودم دیگه، من تنها کسی بودم که سوال از وزیر رو مطرح کردم، آمد کمیسیون قانع نشد، اومد سر و مجلسی بود که مخالف بودن، گفتن آقا شما دارید نظام رو تضعیف میکنی. ما گفتم اتفاقا نظام تقویت میشه، ما اینو باید بگیم از تخلف کرده تریبون مجلس بگیم که تکرار نشه. و بعدم که ما سوال مطرح کردیم 100 نفر به نفع ما رأی دادن، یعنی دیدن حرف درسته. ولی آخرش هم به وزیر گفتم آقا یه عذرخواهی بکن، نکرد، یعنی حاضر نیست که کار ما اشتباه بوده. و آخرام هیچی، بالاخره سنبلش میکنن موضوع. خانم زهرا کاظمی همینطور ضربه مغزی خورد، باز پنهان کردیم، مثلا رابطه ما با کانادا قطع شد به خاطر همین قضیه. آقا بیا بگو ما اشتباه کردیم، مأمور ما، من این دفعه رو نمیگم ولی اونجا مأمور ما اشتباه کرده، عذرخواهی میکنیم، نمیکنیم این کارا رو. اعتماد مردم کم میشه، اعتماد مردم کم میشه. هرچی هم حالا
هی پلیس میگه آقا اینجوری بوده اینجوری، بازم مردم قبول نمیکنن. البته فقط علتش این عقبه نیست، من این عقبه ها رو اگرچه از جزئیاتش خبر ندارم، در رد و تاییدش نمیتونم چیزی بگم، اما فرمایش شما رو بوده که ما تحقیق کردیم، فرمایش شما رو میپذیریم، چند مورد اشتباه مواردی که بوده است. منتها میخوام بگم که اولا اعتماد مردم ما نسبت به دولت چه میزان هست، آیا در قیاس با کشورهای دیگر در چه وضعیتی هست یا نه، باز به این هم الان نمیخوام اتکا بکنم. منتها میخوام بگم اگر خدشه‌ای برای اعتماد وارد میشه، بخشش قطعا مربوط به همین عناصری است که شما میگید، یا بیان نکردن یا به درستی نتونستن مطلب رو حقیقتش رو بیان بکنن، یا پنهان کردن، یا بالاخره یه دوره ای ازش گذشته، بعدم هر چقدر بگویند مردم دیگه ازشون نمیپذیرند. همه اینها مؤثر، اما اثر فضای سازی های بیرونی رو خصوصا در این ماجراها نادیده نگیرید. امروزه حقیقتی وجود نداره الا آنچه که از طریق این تصویر ساخته میشه، تصویر سازی میشه. اینها عناصر، یعنی اثر، ضمن اینکه روابط کانادا و اینها این کشورهای اروپایی با ایران و امثال هم تابع این مسائل نیست، خود شما میدونید. حالا بهانه کردن، آره خب بهانه هایی از این قبیل، این باشه یا چیز دیگری به دست میارن. میخوام بگم ملاک ما اینجا نباید باشه. اولا همچنان که میفرمایید صداقت در امر حکومتداری اصل اساسی است، هم در واقع توصیه دین است، هم شما به واجب دینی عمل کردید، لابد اجر اخروی هم داره، هم پیامدهای این دنیوی داره برای تقویت پایه های این نظام، این امر صائب و درستی است. اما اصلا از نظر دنیایی به نفع نظامه خودم، اما به هر صورت میخوام بگم اون سویه ماجرا، شما هر چقدر هم در این ماجراها صداقت بکنید، شما تو این قضیه اخیر، من الان دستم سر همین قضیه اخیر، یعنی شما ببینید در این پدیده ای که پدیده ای است که به هر صورت در حد خودش قابل اعتناس و قابل اهمیت، اما فراتر از حد پدیده متعارف در این حد جمهوری اسلامی بهش پرداخت. تمام سران این نظام آمدند وارد ماجرا شدند، کمیته های جداگانه برای بررسی تشکیل دادند، هر روز گزارش از مراکز تخصصی و فنی و خودش داده میشه، اما علی رغم این شما نمیتونید این فضا رو بهش کنید. یعنی میخوام بگم اگر فقط عنصر رو در صداقت ببینید، باز ماجرا حل نمیکنه. ما پدیده خلاف جریان هستیم، بلکه موضوع چیز دیگه است. بله موضوع چیز دیگه. آقای دکتر من یه سوال فقط بپرسم، ما یه به هر حال ما قبول داریم که ما یه اقلیت فعاله ضد حجاب به یه معنایی در ایران داریم، حالا اینکه درصدش چقدره، چه تعدادی از خانم ها آقایون هستن، چه نسبتی با اندیشه خارجی و نسبت های برانداز و اینها داره و اینا هم به جای خودش، یعنی چون حالا آمار دقیقش هم عرض کردم، یه پیمایش های انجام شده که بالاخره این اقلیت فعاله که ضد حجابن در ایران زیاد نیستن، یعنی بالاخره همونجور که فرمودید بالاخره ما حداقل 30% 35% بانوانی داریم که قطعا حجاب شرعشون کامل رعایت میکنن، بالاخره یه حجاب عرفی هم داریم که رقم قابل توجهه، یه درصد، یا یه درصد نمیگم، ولی و تو نظرسنجی ها اینا هم خب خیلی نشون دادن که حدود 70% 75% مردم و زنان ایران به حجاب اعتقاد دارن، یعنی معتقدن که این امر درستیه و باید رعایت بشه، حالا فارغ از اینکه چقدر رعایت میکنن، ولی بالاخره ما یه اقلیت فعاله ضد حجاب داریم، چه باید کرد با اونها، یعنی با این دختران این سرزمین بالاخره، ولی خب به مهاجمن کاملا به و قانون به نظر میاد که قانون و برخوردهای کیفری هم خیلی در این، نه عرف موثر بوده، نه تبیین عقلانی موثر بوده، نه برخوردهای کیفری عقلانی هم باز کافی نشده. بله درسته، منتها یعنی من دیدم، یعنی افراد زیادی دیدم با خوندن کتاب مسئله حجاب شهید مطهری تغییر کردن، ولی الان ما تو همین جریان تحقیق کی اصلا اسم آورد که آقا مثلا کسی که مشکل داره که این کتاب بخون بعدن نظر بده، نمی کنیم. ما عرض کنم که به گمانم یکی از این کارهایی که نیرو انتظامی میکنه که وظایفش هم نیست، لابد این ماجرای سرکار خانم
امینی هم در اون ارتباط رخ داد، اتفاق افتاد، در همون جلسه بودند که اینها رو برای دادن تذکر فراخواندن. لابد تو اونجا به اونها میگن که مثلا چند تا بخش از کتاب آقای مطهری میخونن، آیه میخونن، اما اصلا چه این فضا جواب نمیده، یعنی آدمو دستگیر کنن ببرن به زور آقا بشین. خب آدم چون این اومدم که من عرض کردم دوستان الان زحمت کشیدن یه تاییدی هم براش گرفتن، تقریبا تو همین حدود بود که قبولش نیست. متو الان بحثی نه دکتر، با اون اقلیت بالاخره فعال ضد حجاب که تو ایران هستن و به نظر میاد تحت قوانین کیفری ما هم نمیتونیم اونا رو کنترل بکنیم، واقعا چه باید بکنیم؟ ببینید اولا ریشه‌ش رو اول بگم. بله همین، میخوام ببینم ریشه چیه و چه باید. اصلا ریشه‌ش خب ما تا یه حدی تو اون زمینه لابد کار کردن و کار میکنن، یه بخشش حتما سیاسیه، یعنی یه بخشش قطعا برنامه‌ریزی شده است، یه بخشش هم نه. این میدونید که بحث یکی از پاشنه آشیل‌های جمهوری اسلامی، یکی از نقاط امتیاز مدرنیته، همسوی مدرنیته و نفسانیات و مقابله جمهوری اسلامی با این بخشه، یعنی همه توفیقات مدرنیته رو به حساب فلسفه و توانایی‌های تکنولوژیکش و علمش و جلو داریش و این حرفا نگذارید، بخشش هم بگذارید به حساب اینکه همراهی و همسویی و نفسانیات داره. ما در یک مسیر سربالایی هستیم، اونا در سراشیبی هستن، یه بخشی از ماجرام اقواهایی است که از اون سو میشود. خصوصا ما یه جامعه جوانی هستیم، در قیاس با جوامع دیگه زمینه‌های پذیرش بالایی داریم، برخلاف آن چیزی که فضا سازی میشه علی جامعه ما که جامعه بسته هستیم. ما به شدت جامعه بازی هستیم، بازتر از حتی جامعه بعضن اروپایی، یعنی دسترسی ها و پنجره های گشوده ای که تو جامعه ما وجود داره به سمت غرب عجیب است. یک میزانی از خودداری و مقاومت در اروپا در مقابله با فرهنگ های مثلا بخششون آنگلوساکسون ها، آمریکایی ها دارند، فرانسوی ها، آلمانی ها، این اساسی هست. ما اصلا هیچ کدوم از این بله روشنش نه حساسیم، نه لابد امکاناتش رو داریم، نه بعضا میگیم شرایط مناسبی نیست. ما به شدت در حد باز بودن، در حد یله بودن هستیم. میخوام بگم به این عوامل باید توجه کرد. آنچه که در واقع در این باب به نحو اجتناب بعدم یه نکته ای بهش اضافه بکنم، جنبندی بفرمایید که وقت اون تمام شد، امر حجاب لباس، این امور مصری هست، شما نمیتونید اینها رو نادیده بگیرید، این بخش رو ولو اندک بگید که حالا اینا هستن ما تعاملشون میکنیم دیگه یه جوری. نه خیر، اینا تسری پیدا میکنن به دلیل اینکه زمینه و زمانه هم با اونها همراه و همسوست و جمهوری اسلامی پدیده، باز تکرار میکنن، پدیده استثنایی است در فضای عمومی جهانی، پدیده متمایز. ولی یه یک دقیقه هم از تالی جنبندی بفرمایید. یه عامل دیگه اش هم این میدونم که بعضیا واقعا اعتقاد دارن که فرهنگ غربی بهتر، یعنی چیز نیست بگیم که عامل سیاست دخالت داره یا اینکه به هر حال اینها فریب خوردن و از این قبیل، نه واقعا فکر میکنه که فرهنگ غربی بهتره، اون آزادی، حتی همون برهنگی میگه این بهتره، ولی خب فکر نمیکنه که خب اگه فرض کنیم ما اینجا هم بخوایم اینو برقرار کنیم، اونا یه تمهیداتی هم فراهم کردن، اون میگه آقا عرض کنم که پوشش آزاد، تحریک آزاد، ولی از اون ور چیکار میکنه؟ کلوب های شبانه، کاباره، دیسکو، حالا اونجا هم شما باید برید که خودتو ارضا کنی و اینها. یه عده‌ای میگن اصلا این درسته، ربه این درسته، خب ما نمیشه، یعنی بعد با اینا بحث کرد، یعنی اینجا نیازمند یه مقدار تبیینه. به شما فرمودید عده‌شون اینطور نیست که همه فریب خورده، دی واقعا مدتی غرب بوده یا بالاخره شنیده، واقعا اعتقاد داره، اینا بعد با اینا صحبت کرد. بسیار متشکرم. بله بله خیلی
بله متشکر، تشکر میکنم آقای دکتر. خیلی ممنون. البته امشب تا اونجایی که من میدونم فکر میکنم امشب ساعت‌ها رو 1 ساعت میکشن عقب و خلاص 1 ساعتی هم به این معنا وقت اضافه داریم. خلاص خیلی تشکر میکنم از حضور دوستان. فردا شب ان شاء الله خدمت آقای دکتر زرشناس و آقای عبدالکریمی ان شاء الله خواهیم بود برای بحث. از دوستان من تشکر میکنم که آمار رو دادن و این آمار اخیر رو من خدمت دوستان عرض کردم. دو سه تا پیمایش انجام شده. آمار که نه، یک در واقع سنجشی. بله بله سنجشه. بله یه چند تا بله بله این نه این چند تا در واقع پیمایشه. چند تا پیمایش اجتماعی که حتی برای مخاطبین بزرگوارم تو اینترنت و اینا به راحتی در دسترس هست، میتونن ملاحظه بکنن. خیلی بزرگواری کردین ان شاء الله که بالاخره این بحثا کمک بکنه که ما در ایران معاصر سیاست گذاری کارآمد و موثرتری ان شاء الله در حوزه حجاب داشته باشیم. از اینکه زحمت کشیدید و تشریف آوردید سپاسگزارم. از همه بینندگان عزیز هم که برنامه رو پیگیری کردن تشکر می‌کنیم. ان شاء الله فردا شب با مناظره و بحثی دیگه در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار و شب بخیر.